به نام خداوند یکتا و بی همتا و با عرض سلام حضور شما دوستان عزیز و گرامی، آرزومندم که همه شما دوستان عزیز و نازنین صحتمند و سرفراز باشین. امروز به سلسله معرفی بناهای ولایت هرات آمدیم به یکی از بناهایی که داخل شهر هرات است و همانا این بنا ساختمانی است که بر روی مزار شهزاده قاسم ساخته شده. شاید به شما دوستان عزیز و گرامی سوال باشد که شهزاده قاسم کی است؟ نام اصلی شهزاده قاسم مشخص نیست، اما نظر به نوشته استاد فکری سلجوقی در کتاب رساله مزارات هرات، شهزاده قاسم در حقیقت همان ابوالقاسم ابن امام جعفر صادق هست که در برخی از کتب نام اصلی او محمد دیباج یاد شده و این محمد دیباج شخصیتی بوده که در زمان مأمون خلیفه عباسی به خراسان فرستاده میشه و سالها در خراسان زندگی میکنه. به اتفاق همدیگر به داخل ساختمان میریم و ساختمانی که بر روی مزار این شخصیت والاتبار ساخته شده حضور شما دوستان عزیز و گرامی به معرفی. مزار شهزاده قاسم یکی از مزاراتی هست که در داخل شهر هرات موقعیت دارد، در ساحه کهندج مسرخ هست و در شرق مزار شهزاده عبدالله ابن معاویه قرار دارد. در این مزار روزانه تعداد زیادی از افراد زیارت میآیند و در اینجا آیات کلام الله مجید میخوانند و بر روح این شخصیت بزرگوار میبخشند. قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واغفر اللهم لي ولنا ولسائر المؤمنين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. از طریق یک ایوان وسیع و کلان وارد مزار شهزاده قاسم میشیم. زمانی که داخل این ساختمان شدیم، ساختمان به شکل مربعی هست و در چهار سمت و چهار ایوان بزرگ و رفیع برافراشته شده. در وسط این صحن مربعی ساختمان مقبره شهزاده قاسم قرار دارد، در داخل یک زره چوبینه خود قبر شهزاده قاسم موقعیت دارد. طوری که گفته شد در چهار سمت ساختمان آرامگاه شهزاده قاسم چهار ایوان رفیع و بلند قرار دارد که بر فراز همین چهار ایوان گنبد اصلی ساختمان قرار دارد. گنبد به شکل دایروی ساخته شده، یک گنبد بسیار کلان هست و بر روی این گنبد تزئینات زیبای بر روی زمینه لاجوردی صورت گرفت. قدامت این ساختمان خیلی زیاد نیست، هرچند مشخص نیست که بنای اولیه چه زمان ساخته شده بوده، اما در طی جنگ‌ها و نبردهایی که در سرزمین ما صورت گرفته ساختمان اصلی از بین رفته بود و بعدها می‌بینیم که ساختمان امروزی ساخته شده، گویا در زمان تیموریان طرح بنای اولیه گرفته شده بوده و بعدها در زمان محمد ظاهرشاه نمای بیرونی ساختمان کاشیکاری شده و قسمت داخلی ساختمان هم پلاستیکاری و به شکل زیبای آراسته شده. این بنا هم در چند سال اخیر توسط مؤسسه میراث فرهنگی افغان مورد ترمیم و مرمت قرار گرفته و می‌بینیم که بسیار زیبا آراسته شده و به شکل زیبایی هست. در دور تا دور این ساختمان کتیبه‌های فارسی وجود داشته که اشعار در متن شهزاده قاسم بوده. قسمت‌های از این اشعار امروز باقی مونده و قسمت اعظم این اشعار این کتیبه ها به مرور زمان رنگ رو پاشیده و از بین رفته. بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه امروزی ما که تقدیم حضور شما دوستان عزیز و ناظرین شد. لطفا جهت حمایت از برنامه های ما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب
های ما را لایک و نظریات خود را در بخش کامنت با ما در میان بگذارید. صحتمند و سرفراز باشین. خداوند حافظ و نگهدارشون.